عاشقان ای عاشقان سلام عزیزان و دوستانی که ما را از طریق این ویدیو میبینند، احترامات و سلامهای خدا به صفت یکی از شاگردای استاد محترم و مرحوم به این بخش تقدیم میکنم خدمتتون. من محمود احمدزه هستم، یکی از شاگردای بسیار سابقه استاد محترم به این بخش. ما از ابتدای کورسایی که استاد افتتاح کردن در مرکز ثقافت و هنر رادیو، ما شاگردی استاد محترم را با بسیار افتخار قبول کردم و استاد در امروز اول با ما یک نصیحت هم کرد که بچا فکرتان باشه که امروز خامدین یاد میگیرین، بعضتان خواننده و بعضتان شنونده میشین، ولی یک موضوع را متوجه باشین که حالا هر جایی که شما میرین موسیقی را میشنوین، کسایی که میخوانن ازش لذت میبرین، خوش هستین و روز شب که ای باز کمی براتون مشکل میشه، برای ازی که هر قدر که شما موسیقی کلاسیک و موسیقی درست زیادتر یاد میگیرین، باز روزگار میشه که تنها باید یا استاد گوش کنین یا آلنده رادیو را گوش کنین، یا ایست که موسیقی سر و لای تنها گوش کده میتونیم. بس ما کمی این موضوع را گوش کدیم ولی درست درک کرده نتونستیم. حال بعد از سالهای سال درک کردیم که عقص موسیقی شنیدنش برای ما کار بسیار مشکل شده. ما باید واقعا موسیقی سر استاد و چیزهایی را گوش کنیم که به اصطلاح فلتر شده باشد و کلاسیک باشه یا غزل بسیار سریله باشه. در غیر از شنیدن موسیقی های دیگه برای ما کمی در گوش های ما با آرامی نمیشینه و مشکل زار شده. از بنیاد محترم امیر خسرو بلخی کارکنای شاه، خصوصا آقای مهدی حسین، اظهار امتنان و خوشی میکنیم و تشکر که قدردانی استادا را، قدردانی هنرمندای سابقه را و هنرمندای فعلی را میکنند. جای بسیار خوشی و افتخار است که ما اتر یک بنیاد داریم. بانو در کشتی بودم با یوسفان در کار در تا قسمت شخصیت استاد محترم رای بخش، یک شخصیت واقعا هنرمند درست و واقعی بودن. تعداد شاگردهایی که استاد رای بخش و مکتب قاسم به جامعه تقدیم کرده واقعا به شمار است. امروز تقریبا در هر گوشه و گوشه دنیا، به شمول اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا، شاگردای استاد به شمار هستند. استاد بسیار سخاوتمند بود در قسمت تدریس خود، به خاطر که استاد یک ذخیره عجیب علمی داشت و بر ما همیشه توصیه میکرد که شما هر قدر که زیادتر یاد بگیرین، من قادر هستم که شما را زیادتر یاد بدم. و همون درستم بود. روز دیگه که استاد تشریف می آورد و اگر ما درسای روز گذشته یاد نمی داشتیم، همین می گفت که چرا شما درسای گذشته یاد نگیرین، یاد نگرفتین تا ما براتون دیگه هم زیادتر یاد بدم. استاد نه تنها در قسمت غزل و کلاسیک دسترسی کامل داشت، بلکه در آلات موسیقی هم مثل طبله، مثل رباب،
مثل سارنگ، اینا خودشان تقریبا استاد بودن در هر شکل، در هر شکل. و به این خاطر نوازنده که امرای استاد می نواختن دیگه باید امو بهترین ها می بودن. در غیر از او کتی استاد نواختن هم کار آسان نبود. استاد رحیم بخش یک پدر مهربان و نه تنها برای فامیل خود بلکه با تمام شاگردای خودم مثل یک پدر بسیار مهربان و شفیق رفتار میکرد. عادتهای بسیار شاهانه و فوق العاده استاد داشت. استاد نه در مواد مخدر بود، نه در الکهول و این چیزا، قطعا اصلا با هیچ کدام از این چیزا آشنایی نداشت. بسیار انسان متدین، وطن پرست و مردم دوست و غریب نواز بود. استاد سرمایات اصلا فکر نمیکرد، برش ارزش هم چندان نداشت، ولی دستگیری غریب و بیچاره و ناتوان همش الگوش بود و آرزوش بود. دیگه فامیلش هم استاد محترم و مرحوم خداوند ببخشه سلیم بخشه، اولادایش و نواسای استاد همه بیشان و همچنون استاد محترم حسین بخش که بروس الحمدلله در اروپا یکی از استادای بسیار فوق العاده و یگانه استاد است که تدریس میکنن و با دیگرا انشاءالله بسیار زیاد مؤثر و موفق هستن. ما افتخار میکنیم به باقی شاگردای استاد و فامیل استاد و اولادایشون. انیل بخش نام خدای امروز بسیار فوق العاده و نرمند است، شفیق جان، شفیق بخش و دیگرا هم هر کدامشان ماشاءالله بسیار ستاره های درخشان است، درخشان در موسیقی آینده افغانستان هستند. در قسمت شخصیت استاد محترم هر قدر گفته شده کم است، ولی خاطره های عجیب و غریب داریم از استاد ما که وقتی که استاد تشریف آورده بودن در امریکا، ما افتخار میزبانیشان داشتم که در خانه ما زندگی کردن یک مدت که اینجا تشریف داشتم. بسیار واقعا از روزهای خوش و شاد زندگی ما بود. از یک کنسرت برامده بودیم در ایالت کالیفرنیا، بین جایی که کنسرت بود و اتاق استاد قدم میزدیم میرفتیم که یک کس، یک جوان از زمدور دوید آمد و در پولی استاد که خود رسان گفت استاد والله امروز اتر تو تشویق شدی که رئیس جمهور امروز هم اتر تشویق نشده بود. خدا بخشه استاد بسیار راست آسانان میرفت در مشهو استاده شد روی خود طرفش داد گفت بچه رئیس جمهور یک روز یکی میه یکی میره، اما استاد یک دفعه که رفت خلاص شد دیگه، باز دیگه تو استاد پیدا کردن نمیتونی. گفت امروز این استاد سرانگه، استاد نبیگله، استاد مادمره، استاد چایداره میار که رفتن تو پس آورده میتونی نی خلاص شد استاد. یعنی واقعا که یک استاد با آسانی در افغانستان خصوصا در گذشته ها خواهیز نبود و با آسانی کس استادم نمیشد. دیگه فرموده استاد امی کپش بسیار تاثیر انگیز بود برای من که واقعا یک کسی که قدر ذخیره علمی مثل استاد رحیم بخش داشت که ما متاسفانه تمام او ذخیرهش هم گرفته نتانستیم، نه من اولادایش. چرا هر روز به ما ما را تشویق میکرد و اصرار میکرد که یاد بگیرین که من دیگه چیزا را یادتان بودم. من بسیار ذخیره علمی میگفت داشتم. دیگه حال امیدوار هستیم که ما از
از استاد محترم حسین بخشاد بگیریم، چرا اینا هم ذخیره بسیار بزرگ علمی هستند. 12 سال در هندوستان گذشتاندن، در کنسرت ها، در دنگر ها، در تمام جایی که لازم بوده که مردم شانه با شانه اینا خواندن و افتخار افغانستان هستن. خداوند دیگه اون هنرمندای ما رو به پناه خود داشته باشه، خداوند استاد را این بخش ببخشه و زنده باد افغانستان، سرشن افغانستان، و خداوند شما و بنیاد هنری و بنیاد فرهنگی امیر حسین برخی را شاد و کامیاب داشته باشه. تشکر از شما. Thank you.